قصر سفید رسانه‌های خبری را به هدف قرار دادن غیر مناسب رئیس جمهور ترامپ متهم کرده و گفته است که با تمام قوت در برابر رسانه‌ها ایستادگی خواهد کرد. تظاهرات ضد ترامپ. یک روز پس از مراسم تحلیف، صدها هزار زن در شهرهای بزرگ ایالات متحده با جاده‌ها برآمده و در برابر موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ دست به اعتراض زدند. روابط خارجی. در جریان دو روز گذشته، دونالد ترامپ در یک مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روی اهمیت بهبود و تقویت روابط میان واشنگتن و اسرائیل صحبت کرد. قصر سفید میگوید که قرار است صدر اعظم اسرائیل همچنان در اوایل ماه فوریه با واشنگتن سفر کند. در این حال، تریسا می صدر اعظم بریتانیا نیز به منظور تامین روابط خاص میان بریتانیا و ایالات متحده قرار است در پایان این هفته به واشنگتن سفر کند. آزمون‌های حقوقی. یک گروهی که شامل سرانوالان سابق قصر سفید در امور اخلاقی نیز می باشند، دونالد ترامپ را متهم کردند که گویا سازمان تجارتی او با نقض قانون اساسی ایالات متحده از حکومت‌های خارجی پول اخذ کرده است. قرار است این گروه امروز رسماً در برابر او اقامه دعوا کند. اقتصاد و تجارت. دونالد ترامپ گفته است در نظر دارد تا مذاکرات را با رهبران کانادا و مکزیکو مبنی بر تجدید نظر بر قرارداد تجارت آزاد امریکایی شمالی یا نفتا به زودی آغاز کند. قرار است انریک پنانیتو رئیس جمهور مکزیکو در پایان این ماه در یک دیدار با آقای ترامپ در کنار مسائل تجارتی روی موضوعات امنیتی و مهاجرت نیز بحث کند. کابینه. جان مکین و لنسی گراهام دو تن از سناتوران ارشد جمهوری خواه گفتند که بر ریکس تیلرسون نامزد دونالد ترامپ برای کرسی وزارت خارجه آمریکا رأی تایید خواهند داد. این در حال است که آقای مکین و گراهام قبلا از روابط آقای تیلرسون با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کرده بودند.